سلام. واقعا خسته نباشید. خسته که خیلی شدم، این کلیه انقدر استقصدار بود که اصلا بیچاره شدم. مثل کلیه فیلیپینیا نبود دیگه، کلیه هم کلیه فیلیپینیا، واقعا را دسته، خیلی کلیه راحتی دارن، راحت سنگ نداره. بروز جان، بروز اگه میخوای انواع داروهای ریکاوری رو دارم بدم به مختلف جون بگیری حال بیا. نه آقای تکراری، الان یه مشکل خیلی بزرگی چی؟ دارم. چی؟ حلقم رو گم کردم. چرا خواهد بیاسه؟ مشکلی نداره، ما اینجا انواع اقسام حلقه‌ای داریم، حلقه‌ای مختلفو داریم بهت میدم، حلقه دور معده، حلقه بسکتبال، حلقه شادی بعد از گل، حلقه‌ای از اینا که میده دور کمر لاغر میکنن بهت میدم. نه 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 آقای تکراری، حلقه نامزدیمو گم کردم. اونم مصیبت نداره، اونم دارم. میخندی؟ گم کردم. مشکلی نداره میخنده، چون مشکلی نداره، من اینجا انواع اون حلقه هم دارم، یه نگینه، دو نگینه، سه نگینه، ساده، طلا، نقره، برنز، منیزیم، هر جنسی که بدن گوشتون بده. آقای تکراری، اون حلقه قدیمیه، همسرم میشناسته. راست میگه، نامزدش هم خیلی زرنگه. اون دیگه در تخصص من نیست، در مورد ازدواجت خود یه فکری بکن. نه من عاشق ماندانام، من نمیتونم در مورد ازدواجم، اون هیچ به هم ناراحت میشه. عشق تخصص من نیست، من دارو تخصص من. صاحبش داره میاد دکتر. کلا اصولا متمرکز کار خودم هم چی نمیدونی؟ ایوا بهروز، اصلا معلومه تو کجایی؟ اتاق عمل نبودی، آی سی یو هم رفتن. ماندان اتفاقا منم دنبال تو بودم. میخواستم شادیامو با تو تقسیم کنم. آخی مهربونه من. حلقه کمکت کرده؟ واه، حلقه که اون که خیلی کمکم کرد، اصلا یه انرژی بهم داد، میخواستم از کلیه برم تو، از لوزالمعده بیام بیرون. اتفاقا بابام خیلی نگران بود، زنگ زد. وای وای سر چی شد؟ یه چی از اینجا میخوام بردارم. برو، چرا دستتو قایم میکنی؟ چی شده؟ طوری نشده، دستم هیچی نشده. بهروز همین الان باید دستتو ببینم. من هیچی نه، ماندانا نگران میشی دستمو ببینی یهو. نه نمیشم، خواهش میکنم. قول میدی؟ آره. هیچی بهم نمیگی؟ نه عزیزم ببینم. اصلا ناراحت نمیشی؟ نه ببینم. اربون مرامت حقیرتم. وای، خب اینو با حلقه باند پیچی کردی که عفونت میکنه بهروز. نه من دیگه به اون حلقه عادت کردم، نمیتونم بلش کنم که، دیگه یه ذره برید. گفتم دکتر با حلقه بپیچ، من اون حلقه رو در نمیارم از دستم. بهروز میدونی که من این حلقه رو فقط دادم یه روز تو اتاق عمل دستت باشه، باید بدی برگردونم بابام تو مراسم اصلی دستت کنه. من به این حلقه عادت کردم ماندانا، اینو از من نگیر، من تازه باش راحت تونستم عمل کنم. آخی حالا که اینجوریه، انقدر تو به این حلقه انس پیدا کردی، من واقعا خوشحالم بهروز. فقط میدونی چیه؟ اون جعبش رو باید به هم برگردونی، چون شجر ناممون تش نوشته شده، بعد پدر بزرگم باید به اسم تو بزن. چی شد؟ کف کردم شجر نامه داره، اون هم بذار پیش من. تو مگه به من اعتماد نداری؟ خب یه روز اون این حلقه و اون جعبش پیش من بمونه، میارم برات دیگه. من اونس گرفتم، تو دادی به من حلقه رو. حالا که پیشت مونده این یه روزم بمونه. خب دیگه من اومده بودم حلقه رو بگیرم، اگه کار نداری من برم. خیلی خب باشه، برو دیگه، دست در نکنه. خیلی ممنون بهم سر زدی، خدافظ همسر مهربونم، مواظب خودت باش. اگه این حلقه پیدا نشه چی کار کنم؟ انواع سیانور، ددته و مرگ موش موجوده، میدم به تو. فقط یه خواهشی دارم، این موضوع جایی درز نکنه بهناز خانم. بابا مقابلی نداشت که من کاری نکردم که سهراب عادت داره. نه شروین جان، روسفیدم کردی، یعنی عجب مریضی بود. بس راضی بودیم حسابی، خدا رو شکر. باریکلا حرف نداشیم، مریضه خیلیم راضی بود، پرشکلم بود، یعنی ما هرچی ازش خواستیم نه نگفت. و باریکلا نبینجی نبز من میگم اینجی ببین یه چیزی بگم، بدون دکتر بیهوشی، بدون داروی بیهوشی، دو تا عمل جراحی روش انجام دادیم. آخ نگفت یه لحظه بفرش.
البته که من خیلی ماچی نیستم، اگر بیشتر پاکتی هم اگر لست کنی یه ذر پول بذاری تو پاکت رو بیشتر بذار مریض پاش برسه دم صندوق پاکت تو رو هم تقدیم میکنی. ای میگم حالا این مریض نیاد پا صندوق ننه من قریبم بازی در نیارد و اصاب منو خورد نکنه. با این مریض رو واردنت مسخره کردی؟ نه اجازه بدین ببخشید، وضع مالیش که ردیفه. من نمیفهمم مگه ازش پول نگرفتیم قبل بستری؟ بابا خبر مرگش این دکتره که نمیذاره ما کارمون مثل آدم انجام بدیم، این همش به فکر سلامتی مردم، انگار نه انگار که ما هم جزئی از مردم هستیمون. چقدر گفتم صندوق رو بذارید دم پذیرش، اول موجودی رو بگیرید بعد یارو رو بفرستید تو بخش. ما چک کنم سارا جان، نگران نباش، یارو خوب بود درست درست بود، یارو که بعضی رو همشه که ماشین سوار نمیشه که. این ماشینش دیدی؟ ماشینش خوب بوده. حالا هرچی، الان یه ترمز دستی و یه بوق بذاری رو 4 تا چرخ 20 میلیون پولشه. هم شد رو اصلا کسی که پول نداره میاد بالا شهر رانندگی میکنه؟ نه. کسی که پول نداره میاد بالا شهر دستشویی؟ اینا همه نکته است، اینا نشونه است. زهی این حال این مریض که تیف شد، الان مریض بعدی ما کیه؟ من نمیفهمم شما چرا قد تو مریض دارین اصراف میکنین؟ همینو ببرین درست درست بردارین برین همینو بهره برداری کنین، تمام سود مریض تو ریکاوری شه. چی بشه؟ ریکاوری چی چیه؟ یعنی مراقبت های بعد از عمل میگن ریکاوری. اینم خوبه ها. آره. بعد ببین اصلا یه هم میبینی که تو مرحله ریکاوری بدن توک کلیه رو پس زد، خب بعد ایشالله آمبولی کرد، باید امیدوار بود. من نمیفهم مریض سودش تو همینه دیگه. مریض آیا لگر نمیخواد؟ سون نمیخواد؟ مریض کمپوت نمیخواد؟ چه نمیخواد؟ مریض همه اینا رو میخواد. مریض سودش تو چیه؟ تو همین بازسازی ریکاوریه. آقایون داداشم ریکاوری گفته باشم ریکاوری. زهی جمعه من کار نداری، من بردارم برم. نه دیگه، فقط داریم میریدون بر این قلفی بند این مریضه، بر چک کن یه موقع شل نشده باشه این در پرزنه بره، ملخ پر بزنه بره. باید اینجا صندوقدار داریم حساب میکنه قرار میکنه تو صندوق میره پولو دیگه. صندوقدار چیه؟ صندوقدار دیگه هم که صندوقو داره. ما این قرتی بازی یا نداریمون اینجا؟ قرتی بازی چیه؟ بیمارستان ما این درندشتی صندوقدار نداره؟ جو بیمارستان این بزرگی و حداقل ما این وضعی که من میخوام گرد شمالی به وجود بیارم اینجا دوتا صندوقدار میخواد. باری بابا من ندیرم کجیم بیارم تو این آگیر و آگیر، من دوتی صندوقدار رو مردارم بیارم اینجا استخدام بکنم. دوتا صندوقدار استخدام بکنم چیه؟ اینجا من تو رو بخواد زحمت بکشی که خودم میارم، یعنی یکی دارم سراغ دارم میارم جای دوتا صندوقدار برات کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی برای 4 دستی کار کنه. یعنی چی میگه؟ یعنی 4 تا دست داره. ملتفت شدم، تون کار میکنه، دوتی دستی که خب اینجی داره بده، اون دوتی دستش کجش داره بده؟ پایین، دوتا دست بالا داره، دوتا دست پایین. ببین من یه پسردایی دارم، یه دقیقه صبر کن، یه پسردایی دارم، این عالیه، اصلا یه چیز بی نظیر. یعنی برم داریم میاریم اینجا جای 4 نفر نه جای 2 نفر حداقل برات کار میکنه، ولی حقوق یکی رو بهش میدیم، خیلی خوبه، 4 تا دست داره. ببین من نمیگیرم چی میگی. ببین اصلا یعنی چی؟ مگه کارتونه بود بچه بودیم اون میدیدیم اون با نیکوه بود 4 دسته؟ آره کلا این همون از ورده میدید. یعنی شما تیر تایفه اونایید، اون فامیل اونایی؟ تیر چه نه با آدم پسر داییمه. خیلی خوش آمدین به شلکده حاشیه. کجات گرفت عزیزم؟ آقا باور کن من چیزی نیست، من این چند روز استراحت میکنم خوب میشم. تو الان داغی، حالیت نیست. ما یک نفر داشتیم که قهرمان المپیک بود، یک شب نیومد فیزیو، مرد. ببین عزیز دل من به عنوان رئیس بیمارستم دارم بهت گوشزد میکنم و
کلن مراحلی بعدی عمل از خودی عمل مهمتره. کامرانه بخوابونش بینه. اصلا احتیاج به خوابیدن نیست، فقط ازت خواهش میکنم یه سرپایی به من بگو کجا درد میکنه. آقا من جایم درد نمیکنه، فقط یه ذره بخیام درد میکنه، کنم هیچ چی نیست، خوب میشه. اصلا چیزی نیست، اصلا چیزی نیست، فقط شل کن، شل کن، شل کن، به من نگاه کن، خوبه. خب ازت خواهش میکنم با شمارش این کارهایی که بهت میگم و انجام بده. بله. وقتی انجام بدی همه بدنت چول میشه، یواش یواش دردت آروم میشه. خب برای اینکه مریض غریبی نکنه شما هم خواهش میکنم انجام بدین. شما پای راستتون جلو جلو، اینطوری اینطوری، بیار جلو، خب بیار بالا، بیار بالا، بیار بالا، این دست چپ رها، بیار پشت گوش، بیار پشت گوش. الان بهتر شدی؟ بله. دردت آروم تر شده؟ نه. خب بیار بالا، اینو بده جلو، بیار بالا، اینو بده جلو، اینو بده جلو. دست راست آزاده، دست راست آزاده، همینجوری که داری میدی جلو، حالا اینو بده جلو، اینو بده جلو، اینجوری بهتری؟ من قول بگم ولکه. خب یواش یواش باید همه چیزون شما ول کنه. بله. بیار بالتر، بیار بالتر، حالا عوض کن، برو رو، رو گوشه، رو گوشه بر، حالا بیار اینو بالا، بیار بالا، اینو بده جلو، اینو بده جلو. همکاران عزیز لطفاً سلام. سلام، خسته نباشید، با خانم سلطانی کار داشتم. من سلطانی هستم، بفرمایید. بله، عذر میخوام، با خانم چرخی سلطانی کار داشتم. خب من چرخی سلطانی هستم. پس خانم یکی داشت اتاق عمل جارو میکرد، من فکر کنم داشت از اسم شما سوء استفاده میکرد. آها، شما با چرخه کار دارین. خب همین هم خانم سلطانی، بیاییم با شما کار دارن. بفرمایید جانم. سلام، خسته نباشید. خانم چرخی سلطانی. من چرخی سلطانی هستم، ایشون هم چرخی سلطانی است. آه، هر دوتاتون چرخی سلطانی هستین؟ بله. نه، من چرخی سلطانی هستم، همکارم چرخی سلطانی. و نسبت داریم با هم؟ چه ربطی داره؟ شما دکترین، با هم نسبتی دارین؟ نه، تا حالا اینجوری همون لحاظ قانع نشده بودم. برعوض میخوام، حالا خانم سلطانی، همکاران عزیز روزتان پرمریض، یه مسئله خاصی پیش اومده، من میتونم یه نگاهی به جارو برقیتون بندازم؟ با چه حرفا، جارو برقی وسیله شخصیه، مثل مسواک میمونه، من میتونم به مسواکتون یه نگاهی بندازم؟ خانم اولا که یه خورده آرومتر، این چیز خاصی نیست، مسواک که نیست جارو برقی، من کارم واقعا واجبه، یه کار ضروری دارم. اگر... شما واقعا فکر میکنین چشممون نمیبینه؟ یعنی نمیدونیم داریم چی کار میکنیم؟ من جارو برقی رو هر روز دارم تمیز میکنم. یه چیزی گم کردم، شاید رفته باشه توی جارو برقی شما. حالا اگه اجازه بدیم من یه نگاهی بندازم. یه دقیقه وایستا. دست شما درد نکنه، چیز مهمی نیست، یک چیزی است که گم شده. برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار. دست شما درد نکنه. من بازم گفته باشم، من اینو هر روز تمیز میکنم. چیزی توش نیست. دست شما درد نکنه. خانم سلطانی ببخشید. این باز میشه؟ آره، این اون. هیچی توش نیست. روپوش پرستاری آموکسیسی، اینو همه انقضا شده، کمک های اولیه کل. این روشن گوشی، نیم لیتر قندی نمکی استفاده میشه تو اورژانس. خب اینو گفت دیگه، حالش خوب شد، کشید دیگه. نیست. حالا چی بوده آقای دکتر؟ اون یه چیز شخصی بود، اینطور نیستش متاسفانه. خیلی ممنون. گفتم این تو تمیزه، هیچی توش نیست، من هر روز چک میکنم.
متشکرم. باند و اینا اونجا افتاده برداری. ببین من الان کلم وله، یعنی هیچ جام گرفتگی نداره. میخوام ببینم الان وضعیت قلوت و قلوگات چطوره. وضعیت قلوت خوبه، فقط میخواستم ببینم این همه تحرک برام بد نیست. نه آقا جون، باست چی باست بد باشه؟ ببین الان کلی کشور از بی تحرکی داره رنج میبره، کلن اصلا تحرک باست بدن آدم لازمه. ببین اصلا فیزیوترابی باست کی بده که بخواد باست بد باشه. اگه از همون اول همین ورزش را انجام میدادی سنگ کلیت دفع میشد. بله، فقط یه کمی الان تشنمه. تشنته؟ بله تشنمه. تشنشه. با سلام. آب پرتقال، آب سیب و آب کرفس برای شستشوی کلیه ها و دستگاه گوارش به همراه سانشاین شامل بستنی، انواع میوه‌جات، ژله خامه و چتر. بله، فقط میگم اینا برام بد نیست. بخور تو، بعدم باشه چپ داره، اینجی اورژانس که همین بغل است. برای مین کورس چی میل دارین؟ غذای خونگی مامان بهروز رو داریم با سرویس رایگان تا درب تخت. پاسته کافی شاپ هم هست. فعلا میل ندارم، همین خوبه. میلتون که اومد یه میزکال بندازید تا من بیام. خیلی با اجازه. پاس حال تو بگو، بیمارستان حاشیه بد جاییه، شما یه زحمت بکش زنگ بزن تیر تایفتون بلند شند میان. میگم اموه چطور شروین صدا کنن تا این شانسان ناینش همی خوره. شروین بیاد فواید آوردن فامیل توضیح بدم. بارکلا. نه بارکلا، بگو این شروینه بلند شد بیان. الان شروینه فواید آوردن فامیل. ببین میخوام از فواید این دستشویی که تو رفتی برات بگم. بله. تو خود به خود به عنوان اولین مریض این بیمارستان سرشاخه شدی. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که تو سرشاخه‌ای، اگه بری فک فامیل تو برداری بیاری به این بیمارستان چه اتفاقی میفته؟ اینجا اونا میشن زیر شاخه‌ای تو، یعنی مجموعه تو پر میشه میاد پای. یعنی هر عملی که تو این بیمارستان اونا انجام بدن چی میشه؟ یه درصدی به تو میرسه. اتفاقی که اینجا میفته در واقع اونا اگه برن فک فامیل خودشونو بیارن یه درصدی به اونا و دوباره یه درصدی به تو میرسه، همینجوری مجموعه تو میاد پایین. بله. در واقع سرمایه اولیه تو بیماری توست. گرفتی شو؟ نه نه نه. خب ملتفت نشد، بذار من یخت عملی واسهش توضیح بدم. اما کمک من میکنی؟ الان به صورت عملی شما الان مثلا سرشاخه ای ببین، بعد یکی که بیاد میشه دو شاخه میشه و این دو شاخه که شدی همه داد در جناحه داتی میره پشت بعد من نمیدونم بیشتر توضیح بدم، خودت اما بگو بش. آقا جونت بالا بیاد، مریض بیار شتیل بگیر. فهمیدی؟ برداری بری. آها فهمید. پدر جان میگم خیلی خوب شد امروز اومدین اینجا ها، همچین تکلیف مامانم روشن کردین و البته خوبه، به نظر من مرد باید جذبه داشته باشه. خیلی خوب. بناز سر به سر من نزار، یه هو دیدی میسه یه بشکه بارود منفجر میشم. ها گفته باشم. ای بابا چرا هرس میخوری بی خودی؟ مهم اینه که شما تلاش خودتو کردی، حالا اینکه نتونستی حرفتو به کرسی بنشونی به نظر من هیچ چی از ارزش شما کم نمیکنه. به نظر من چیه دوباره انقدر شلوغ کردین؟ چه خبرتونه؟ مرد تو چقدر من هرس میدی؟ از اون وقت تا حالا اینقدر سیب زمینی پوست کندی؟ من اینا رو برای شام بهت مامخه. آقا چی کار کنم با تو؟ خانم بترسید روزی که اون روی من بالا بیاد. من بهت میگم هی کار کردن بیرون تو مخالفم، منو میکشی به کار؟ ای بابا مامان تو خونه هم غذا درست میکنه، اینجا هم داره غذا درست میکنه، چرا دنبال بهانه ای؟ چه فرقی به حال شما میکنه؟ خب فرقش اینه که از روزی که این داره کار میکنه اینجا من یه هفته از فقط بیستا میخورم، تمام دل معدم ریخته به هم. اینو میفهمین؟ بسه بسه، این کارا نکن با من، صداتم بلند نکن. سلام. چی مادر؟ سلام، خسته نباشی. خیلی حتما خسته شدی، بشین تا من برم غذا برات بیارم. میگن بعد از عمل غذا خیلی میچسبه. من ندارم ماما. این بچه چی شده؟ این سابقه نداره اشتهاش کور بشه. چی شده بهروز؟ من چیزی نشده، میترسم یه موقع بگم بهتون بعد دیگه کل بیمارستان همه بفهمن، اونی که نباید بدونه بفهمه.
تو مگه تا حالا چیزی از ما شنیدی که رفتیم جایی بازگو کردیم مادر؟ چی شده تو میدونی؟ نه دست خودتون نیست، نه این که چیز نمیخوام بگم، مهم نیست، حالا بدش کن. ببین پدر مادر صندوقچه اسرار بچه هاشونن، میفهمی؟ میدونم بابا. اسرار زیمن بگم دیمیر بگو. نه بهروز. نه نمیخواد. من دوباره شدم، من به تو بدی کردم مگه؟ بهروز با من برات گل گرفتم پریروز. بهروز نگو، نه راحت نه. بهروز حلقه ماندنا رو گم کرده. چیزی عادیه، یعنی خیلی آروم. بابا بزن آروم بین خودمون یواش حرف بزن. بابا حلقه مادر رو خوب کردی؟ بابا گل بیمارستان چه خبره؟ گم کرده که گم کرده بابا. فدای سرش. نه گم نکرده. چی اصلا نگیم بلند نگیم، هم یه متر فاصله همون یه متر نگیم، برای چی بلند میگین؟ چیه گم کرده فدای سرش؟ آره اگر خبرش به گوش اون دختره برسه بزنه زیر همه چی؟ خب اون موقع یکی دیگه بیاد اینجا خب بگه این پسره باید فزانه ورد بشه. خب من از کجا باید برم از این مردم 5000 پول بگیرم که اینو فزانه ورد بکنم؟ اصلا هرس و جوش نخور، اصلا هرس و جوش نخور. ماندانا خیلی هم دلش بخواد پسره به این خوش تیپی، خوش هیکلی، خوش لباسی، خب خوش بر روی دکتر عمل کرده از کجا میخواد پیدا کنه؟ به نظر من که برو به ماندانا بگو. کی نظر شما رو خواست؟ اصلا نمیخواد نظر بگی. راست میگه مادر. ببین صداقت یه اولیه زندگی، برو بهش بگو اونه که زیاده دختر، حالا قبول کرد کرد نکرد میرم برای یه دختر دیگه میگیرم. چشم. ببین مامان من فقط اومدم اینجا که از شما کمک بگیرم و در جمع خانوادم باشم. ممنون از کمکتون. مادر همیشه رو ما حساب کن، همیشه رو من حساب کن. ما پدر مادری هستیم، خیلی دوستت داریم. با اجازتون. کجا؟ تکلیف حلقه چی میشه؟ میرم یه خاک تو سرم بکنم دیگه حلقه رو پیدا کنم. چشم. من چه خاکی تو سرم بریزم تا کی بایستم زمین بوش بکنم؟ حالا دبون زده میشه نکندم، این رو چی کنم؟ همینا بود، تموم شد. خب این لگن پلاستیکی هرش حساب نکردم، سه تیوم این چوقاه تو حول قمشه نگاه میکنم. اونا رو من حساب میکنم زهتاب جان، ولش کن. حساب شما هم نبود و حساب شما چقه شد؟ ببین من زیر 20 میلیون دست به چاقو نمیزنم، ولی چون اینجا مال خودمونه همون حدود مثلا 12 میلیون بزن، ولی به کسی نگو قیمتم میشکنه. خدا خیرتون بده، جا دور نمیرد و دست شما هم درد نکنه. اینم 12 تومن شما واسه. الان سر جمعش چقدر شد؟ چقدر؟ اشتباه نزدم. چقدر شده؟ این کلن شد 44 میلیون تومن همش. چقدر؟ 44 میلیون تومن شد. خب خوبه دیگه زهتاب جان، الان 15% سرویس و 20% مالیات ارزش بر افزوده بیاد روش میشه هلوش مثلا دیونت میگم سو چند میلیون؟ 60 میلیون. خوبه دیگه. چیش خوبه مرده حساب؟ قربون تو برم، من اینجا مرغ ریخته بودم، مرغداریش کرده بودم از اون موقع که شما اومده بودید اینجی. خب خیلی بیشتر از این حرفا، همین بار اول زایمان مرغا باس من سود داشت. خب عزیزم اینجا الان تازه راه افتاد، یه کلیه که دیگه بیشتر از این کنتور نمیندازه که. بعدم همه ما کار اولمون بود، بچه‌ها تازه دستشون راه میافته. با این آلودگی هوا و تغذیه نامناسب و تصادفات رانندگی ان شاء الله میتره کنیم اینجا. نمیش صرفه اینجور باسمان، نمیش صرفه. آمن علیکم خانم صحرایی. چی میگم؟ چی میدونم آبجی شما آسمان که اصلا زبون شما التفت نمیشه به اینقدر تانتون ور میکنه. چی شده هومن جان؟ بدون هماهنگی با پزشک معالج، بدون هماهنگی با پرستاری، برداشتن مریضی رو که بخیه داره، عمل کرده بردن یک ساعت تو فیزیوتراپی، اینقدر بپر بپر کرده تمام بخیه‌هاش پاره شده. بعدش من رفتم دیدم تمام تخ پر خونه، گفتم دکتر عادل بیا تو اورژانس، دوباره همه رو براش کوک زده.
دسته در نکنه گفتی ببینم یعنی تو اورژانس اینو دوباره دوختنش اورژانس الان کوکی چند حساب میکنه باد بعد مریض دستور غذایی داره باید فقط جوجه کباب بخوره سوپ بخوره یه مقدار کمی هم سبزیجات بخوره و داشتن انقدر بهش کیک و لازانیا و اسپرسو دادن مریض اسهال استفراغ شده بهشون میگم کی گفته این غلطو بکنی میگن آقای زهتاب آقای زهتاب این چه وضعیه هومن جان آروم باش اجازه بدین من حلش میکنم شما گفتین ها بس ببینم من اگه مریضی بردم ورزشش دادم چهار تا غذا قوتدار بش دادم که زفرتش قمصور نشه به زیر عمل کار بدی کردم شما مگه پزشکی که تو امور پزشکی دخالت میکنی؟ نه پزشک نیستم دکتر نیستم ولی آدمیزاد که هستم که به هم نوعم خدمت بکنم آی دکتر من فکر میکنم برای سلامت و آرامش مریض و برای امنیتش زودتر ترخیصش کنی هومن جان شما آروم باشید چشم ترخیصش میکنید ترخیصش میکنید مگر اینکه رو جنازه من رد شد ببینم مگه من به این سادگی ها اینو جستمش که به این سادگی ها ولش کنم بره عجب گرفتار شدیم آقا مریض میخواد مرخص بشه هیچ مشکلی هم نداره من نمیدونم برای چی میخوای نگرش داری نمیذارم اینجا بیمارستان ماست یعنی کلیش ماست من نمیذارم مریضی که مهمون منه پذیرایی نشده از اینجا بره نمیذارم عموه سلطه کجاست عجیبه ها آی دکتر شما به جای اینکه اینجوری کنی یه چیزی بگو زهتاب جان شما کوتا بیا من که گفتم یک کلیه سالم بیشتر از این مراقبت نمیخواد بزه بده من تا دکتر جراحیش نیاد دستور مرخصیش صادر نکنه نمیذارم این دکتر عشقی کجاست دکتر عشقی به ریاست لطفاً دکتر عشقی به ریاست لطفاً سلام علیکم سلام علیکم سلام حال شما خوبه آقای دکتر ما مزاحمتون شدیم برای ترخیص همین مریضی که جراحی کرده بودین شما حالا نمیدونم چیکار مرخصش کنیم بره مرخصش کنم بره بله مرخ هر کاری دلتون میخواد بکنید من دیگه آب از سرم گذشت مرخصش کنیم تموم شد الان ایشون هم اجازه دادن برای ترخیص هیچ مشکلی نداریم ما خواهش میکنم من هنوز نه داد و بیداد کردم نه جیغ و هوار کردم نه گریه کردم الان اینا همه جمع میشه اینجا خود میشه شب من چیکار کنم هیچ بعد مفصل صحبت کنم شما بفرمایید من خدمتتون میگم بفرمایید نه شماها برید بالا سر مریضه مرخصش بکنید من عموه سهولتی میفرستم با چماقش بیاد ببینم جرأت داری ترخیصش بکنی زهتاب جان شما کوتا بیا یاروی دستشویی رفته 60 میلیون تومن براش آب خورده بذار من برم ببینم دکتر عشقی چش بود من در اینجور گل میگیرم از شما جماعت کاسب در نمیاد نمیصرفه چی شد